به نام خالق یکتا، خدای پاک و بی همتا. سلام به مردم شریف استان خراسان رضوی، مردمی محترم و شایسته که همه سالهای پیروزی انقلاب اسلامی رو با هم و در کنار هم هستند. پدران و مادران ما یادشونه که رزمندگان روزهای دفاع مقدس از مشهد و از جوار بارگاه ملکوتی آقامون حضرت رضا به جبهه ها می رفتند و وقتی برمی گشتند باز هم میهمان امام رؤوفشون بودند. چه روی دست های مردم و به پاس فداکاریشون در حال تشییع و چه با پای جان و دل به پابوسی آقا مشرف می شدند. امروز و تو این برنامه آیین همبستگی از جوانان خوب دیروز گفتم تا یادمون باشه، یادمون باشه پاسدار خون چه خوبان و بزرگان و نازنین مردمی هستیم. ستاره ها واسه خورشید جنوب، واسه خورشید جنوب با یه حرف من امروز شرکت تو انتخابات یک وظیفه اجتماعیه و البته یک وظیفه شرعی هم هست. وقتی هممون در قبال اتفاقات پیش رومون مسئولیم، پس باید با حضور خودمون مشارکت رو هم به بهترین شکل خودش انجام بدیم. تو این انتخابات باید از هر نظر دقت کنیم و انتخابی خوب و اصلح داشته باشیم. اما در مورد انتخابات شوراهای شهرها و روستاها، حتما میدونید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تو اداره نزدیکترین محدوده زندگیمون تأثیر داره و به همین خاطره که باعث میشه دقت نظر ما هم در موردش بیشتر و زیادتر بشه. وقتی بدونیم کسی که تو انتخابات شرکت کرده برنامه‌های بهتری رو برای آینده داره، باید ازش حمایت کنیم و براش تبلیغ هم بکنیم. شما چطور از برنامه‌های کاندیداهای شهر و روستاتون مطلع میشید؟ بهش فکر کردید؟
خب در این که شهروندان ما بتوانند با توجه این که با جرائم و تخلفات آشنایی دارند به کدام مرکز این اطلاعات رو برسونن و انشاءالله اخبار و گزارشات اونها مورد تجزیه و تحلیل و کار کارشناسانه قرار بگیره و به موقع اگر نیاز باشه برخورد یا پیشگیری صورت بگیره، معمولا ما در مراکز استانها ستاد پیشگیری و برخورد با جرائم انتخاباتی رو داریم که در دادگستری های مراکز استان و همچنین کارگروهی رو داریم که اون هم زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم مرکز استان برگزار میشه، میتونن اخبار رو در شهرستان ها هم به رؤسای دادگستری ها و دادستان ها که به عنوان رئیس و دبیر ستاد هستن انتقال بدن. علاوه بر اون دستگاه های دیگه هم این وظیفه نظارتی رو در بحث انتخابات دارن، از جمله شورای نگهبان، استانداری ها و سپاه، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات میتونن در باب انتخابات مواردی رو که مشاهده میکنن مصداق جرم یا تخلفه به این مراکز اعلام کنن. این موارد در ستاد یا کارگروه مطرح میشه و تصمیمات مختزی و شایسته راجع به اون گرفته خواهد شد و علاوه بر اون سامانه ارتباطات مردمی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 145 هم این آمادگی رو داره که در این حوزه چنانچه اخبار وجود داره اون اخبار هم به اطلاع برسه. پیش میاد نامزدهای بنا به ماموریت‌های کاری که دارن در بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها حاضر میشن و سخنرانی میکنن که ممکنه تو فضای تبلیغات هم باشه که ما جدن از اونها میخوایم که از این مقوله پرهیز کنن و وارد این فاز نشن، ضمن این که استفاده از امکانات و تجهیزات و نیروهای دولتی چه داخل وقت اداری و چه خارج وقت اداری رو انشاءالله استفاده نکنن، ممنوعه و یقیناً برخورد قضایی با این گونه جرائم و بعضاً تخلفات صورت خواهد گرفت. تمکین در برابر قانون یکی از مهمترین مسائلیه که در هر انتخابی باید وجود داشته باشه. هر کجا که قرار باشه انتخابی انجام بشه، همه باید به یک اصل پایبند باشن و اون هم اصل قانونه. و البته همیشه همین اطاعت از قانون بوده که ما رو از راه درست و راست دور نکرده. پذیرش و تمکین در برابر قانون یعنی رقابت در عین رفاقت. یادمون باشه امروز چه بین کاندیداهای محترم و چه بین هوادارای اونها باید احترام به قانون در اولویت قرار بگیره. کاندیدای اصلی خودتون رو چطوری انتخاب میکنید؟ با چه کسانی مشورت میکنید؟ در حقیقت یک مبنای عقلانی و یک مبنای فقهی داره در همه جهات. ما در مراجعه به هر امری که لازم باشه یک متخصصی در حقیقت درش دخیل باشه، عقل انسان حکم میکنه. در حقیقت در این امر مثل این که در مرجعیت، در باب مرجعیت که حالا در حقیقت در افواه عمومی و افکار عمومی بیشتر وقتی بحث تقلید و در حقیقت
پیش میکشن، یعنی صحبت از تقلید میشه، بیشتر بحث مرجعیت دینی به میان میاد. اما این اختصاص مرجعیت دینی نداره. در هر امری که لازم باشه انسان به یک متخصص مراجعه کنه که آگاهی انسان در اون زمینه کمتره، عقل حکم میکنه که در اون جهت به متخصصین در اون امر مراجعه کنه. در باب انتخابات و تعیین در حقیقت یک مقام قدرتمندی که بتونه یک کشوری رو در حقیقت راهبری کنه، باید به متخصصین دیگه هم مراجعه کرد. یک نکته مهمی که ما میتونیم در بحث انتخابات در شناخت نامزدها را بهش عنایت و توجه داشته باشیم، فرمایشات مقام معظم رهبری است که معیارهایی که ایشون فرمودن، ما ببینیم این بزرگوارانی که به عنوان نامزد انتخاباتی اومدن ثبت نام کردن و میخوان ارائه خدمت کنن، تا چقدر اعمالشون، گفتارشون، کردارشون، ایده هاشون با نظرات مقام معظم رهبری مطابقت داره. کاندیدای اصلح باید یک شخصی که میخواد رأی بده، شخص بالغ است، عاقل است، خودش باید بفهمه چطور انتخاب کنه، با مشورت با کسانی که سابقه دارن در نظام، مشورت با علما، با متخصصین فن، خصوصا الان شرایط اقتصادی جامعه، شرایط سیاسی جامعه، با اون چی که مد نظر ولایت مطلقه فقیه هست رو مد نظر بگیرید. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، نام آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان. من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. به شان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صداقتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صداقتم. به نظر شما کاندیدای اصلح باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ خب چون نظام ما نظام اسلامی است، اولا باید معتقد به اسلام، مذهب رسمی کشور، ولایت مطلقه فقیه و همچنین به هر حال معیارهایی که لازم هست برای اداره جامعه، مدیریت جامعه و خصوصا وضعیت اقتصادی جامعه. التزام این شخص به قانون اساسی و پایبندیش به نظام و اون مسائل رعایت تقوا، چون اگر تقوا نباشد هیچ چیز نیست. اگر تقوا باشد یک سری از کاستی ها رو میشه از چند نفر کارشناس دیگه انسان استفاده کنه و کسب کنه، ولی اگر تقوا نباشد، این تقوا در گفتارش هست، در کردارش هست. ما اگر تقوا باشه گاهن بحث فسادها رو نخواهیم داشت، تقوا باشد بحث بدخلاقی های انتخاباتی رو نخواهیم داشت، تقوا باشد بعدها یک سری مسائلی که مثلا ما دیدیم که در رأی اعتماد گرفتن ها و یا در یک سری از استیزایی که تو مجلس برگزار شد، اگر تقوا باشد قطعا ما این مشکلات و تنش ها رو در جامعه نه. من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صداقتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صداقتم.
نقشی که دولت و رئیس جمهور در طی کردن قاطعانه راه پیشرفت تحقق اهداف انقلاب داره نقش بسیار بسیار مهمیه. نقشی اساسی و کارآمد که میتونه تو حل مشکلات کشورمون خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. برای همینه که تو انتخابات باید چشمها رو باز کنیم و از خدا هم کمک بخوایم تا از این آزمایش پرهیجان و به مراتب دشوار سربلند بیرون بیایم. تو گزینشمون آینده کشور و اسلام رو در نظر بگیریم و به عنوان مهمترین مسئله اینو به خاطر داشته باشیم که حضور حد اکثری و هوشمندانه تو انتخابات در اولویت بالایی قرار داره. در انتخابات امسال ما دو تا انتخابات همزمان داریم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا. در انتخابات شوراها نظارتش با مجلس شورای اسلامی است و تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان در نظارت اون نقشی ندارد. در انتخابات ریاست جمهوری نظارتش با شورای نگهبان است. شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات ریاست جمهوری رو نظارت میکنند. همزمانی این دو انتخاب کار رو یه مقدار حساس‌تر کرده است. باید حتما با هیئت محترم نظارت شوراها ما هماهنگی‌های لازم رو داشته باشیم و با ستاد انتخابات استان و مجریان انتخابات که هیئت‌های اجرایی و فرمانداران محترم هستند هماهنگ باید باشیم. لازم به ذکر است که مجری این هر دو انتخابات یکی‌اند. دیگه ما دو تا نظارت داریم بر این دو انتخابات، اما یک مجموعه اجرایی داریم. ستاد انتخابات استان در استان خراسان هم انتخابات شوراها رو خب مسئولیتش به عهده دارن اجرا رو، هم انتخابات شورای اسلامی رو. در انتخابات ریاست جمهوری برای رأی دادن حتما هم باید شناسنامه همراهشون باشه، هم کارت ملی. ولی در انتخابات شوراها با شناسنامه تنها هم میشود رأی داد. این نکته است که حتما باید روش انشاءالله تأکید بشه و مردم عزیز ما متوجه این مسئله باشند که اون روز مشکلی سر صندوق‌های رأی
خدای نکرده برای کسی پیش نیاد. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس، تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده سرای سرفرازانی. خب اجازه بدید که تو این قسمت سری بزنیم باز هم به پیام‌های زیبای شما، پیام‌هایی که با سامانه پیام کوتاه برنامه آیین همبستگی یعنی 3638 در میون گذاشتید. این بخش رو قراره از پیام‌های استفاده بکنیم که در مورد تبلیغات و رقابت سالم با ما صحبت کردید. تبلیغات سالم یعنی زمینه‌سازی گفتگو و ارتقاء اخلاق و معنویت. فرشته محمدزاده از مشهد. تبلیغات وقتی ناسالم باشد، زمینه‌ساز دلسردی مردم از انتخابات می‌شود. علیرضا پریشان از مشهد. تبلیغات منطقی و معقول آرامش بخش فضای انتخابات ایران است. حسین افشار از تربت حیدریه. با تبلیغات سالم مردم درباره مقوله‌های حساس آگاه می‌شوند. مهدی منعمی از فریمان. تبلیغات گرمابخش انتخابات خواهد بود اگر خوبی ها تبلیغ شوند. محمد رجبی از مشهد. تبلیغات می تواند آگاهی بخش باشد به شرط اینکه تعصب بیجا در آن نداشته باشیم. علی قربانی از مشهد. و آخرین پیام امروزمون هم از سرکار خانم فاطمه احمدی از نیشابور. کاندیداها از ریخت و پاش در تبلیغات خودشون پرهیز کنند تا مردم بیشتر به اونها اعتماد کنند. از اینکه همچنان همراه خوب برنامه آینه همبستگی هستید بسیار سپاسگزاریم. با توجه به تبلیغات سوی دشمن، چرا مردم ایران هر دور از انتخابات با شور و هیجان بیشتری پای صندوق‌های رأی حاضر میشن؟ بینش سیاسی مردم در سال‌های اخیر بالا رفته. ارزش نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بیشتر درک میکنن مردم. شور بیشتری دارن و اشتیاقشون بیشتر هست و بیشتر شرکت میکنن و با رأی خودشون حفاظت میکنن از نظام جمهوری اسلام. دشمنان ما از جاهلین هستند، یعنی دقیقا اون زمان حساس میان به نوعی عمل میکنن که تمام مردم آگاه میشند از اینکه آیا این سوابق سوءشون چی هست و اینکه چطور میتونن توطئه‌های دشمن رو برهم بریزن. هر جا که مردم احساس خطر کردن، احساس نیاز کردن، حتی از مسئولین جلوتر بودن، اصلا نیازی به دعوت نبوده، خود مردم حضور پیدا کردن. این مردمی که چنین شعور، چنین آگاهی دارن، انصافا شایسته است که اون عزیزی که بعدن رأی میاره
خدمتگزار چنین مردمی و قدردان این شعور باشیم. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. تو را رها نمی کنم، دلم سرای مهر تو، نوشته سرنوشت من به طالع سپهر تو. قسم به بیکران تو، به قله های افتخار، به نام نامیت وطن، به عاشقان سرگدار، که پرچم سرنگ تو به هر زمان به دوش ماست. به جز حریم امن تو، کجاست خانه ام کجا؟ آیین همبستگی آیین ملت ایرانه و یادآور اینه که برنده واقعی هر انتخاباتی در نهایتش خود مردمه و البته بازنده انتخابات مردم ایران هم اونایی بودن و هستن که هر دوره رو طبل بی‌تفاوتی زدن و دیگران رو هم مثل خودشون فرض کردن. ولی در نهایت این مردم خوب ما هستن که حرف دلشون رو با هم فریاد میزنند که بیا تا دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار همه شما. آبروی جمهوری اسلامی به همین انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور، آبروی نظام به اینها. عشق و روح و جان و تن.